سلام دوستان، با یک برنامه دیگه از مجموعه سوال و جواب های در واقع PLSQL Oracle PLSQL در خدمت شما هستیم. خب همه دوستانی که با اوراکل آشنا هستن میدونن که زبان برنامه نویسی که در واقع کار میکنن زبان PLSQL هست و خب خود اوراکل یک محیطی رو یک نرم افزاری رو معرفی کرده تحت عنوان Oracle SQL Developer که خب شما میتونید اینو از سایت Oracle دانلود بکنید یا حالا از سایت هایی که خب حالا وجود داره جهت دانلود میتونید دانلود بکنید و در واقع استفاده بکنید. این ورژنی که من دارم استفاده میکنم ورژن 18.2.0.183 هست. خب همه میدونیم که با در واقع PLSQL یک اسکیمایی داره تحت عنوان HR که توش یک مجموعه ای از در واقع تیبل ها هست، تیبل هایی که خب حالا مثل employees، مثل department، countries و غیره. مجموعه مثال هایی که من خواهم زد بر اساس همین در واقع تیبل ها خواهد. خب اینجا این برنامه قصد دارم در واقع با این سوال که چگونه میتوانیم اطلاعات را از جدول بازیابی کنیم، در این خصوص میخوام با شما صحبت کنم. خب طبیعتا افرادی که SQL کار کردن میدونن هم در واقع انجام این کار به روش یک select امکان پذیر خواهد بود. بنابراین کافیه من اینجا مثلا یک select بنویسم از چه جدولی، از جدول employees. حالا البته اینجا اشتباه نمیشنم اسکیمای HR. خب من میتونم یک متغیری و تحت عنوان الیاس یا الیاس استفاده بکنم اینجا و خب employee ID e. first name e. last name. خب خودش همینطور که میبینید داره در واقع اطلاعات رو برای ما میاره هر کدوم رو. ای داد مثلا خب یکی از فیلد هایی که در واقع وجود داره در این جدول فیلد هایر دیت هست و مثلا سالاری. خب اگر این دستور رو بخوایم اجرا بکنیم بو کافی که در واقع دکمه ران رو بزنیم، کلیک بکنیم. خب اینجا یک مجموعه از اطلاعات رو شما میبینید شامل 5 ستون employee ID, first name, last name, higher date و salary. خب به این صورت من تونستم اطلاعات رو در واقع بازیابی بکنم از این جدول. حالا اگر بخوایم در واقع شرطی بگذاریم به چه صورت هست؟ خب همونطور که میدونید و PLSQL یا حالا با زبان‌های SQL آشنا هستید باید از دستور where استفاده بکنیم. این قسمت where ای دات مثلا حالا ببینید وقتی که من ای بزنم دات بزنم خب چیزی طبیعتا برای من نمیاره، حتما باید کنترل اسپیس رو بزنم. بگم department ID مثلا مساوی باشه با 50، فرض کنید مساوی با 50 باشه، این یکی از شرط ها میتونه باشه. خب اگر من اینجا اطلاعات در واقع department ID رو اینجا نشون بدم میبینید که department ID در واقع 50 رو به ما نشون میده. خب اگر بخوام شرط دیگری رو بگذارم، شرط دیگه رو بخوام بذارم، کافیه بگم که ایداد سالاری مثلا کوچکتر از 2500 باشد. خب میبینیم که در واقع اطلاعات اونهایی که در واقع سالاری زیر 2500 هست رو به ما نمایش میده. حالا اگر بخوام مثلا فرض کنید که شرط های دیگری درگیر بکنم، طبیعتا میدونید که شرط هایی که در زبان SQL استفاده میشه با استفاده از در واقع اپراتورهای اند اور
not و از این اپراتورها استفاده میشه. مثلا من اگر بخوام از یه or استفاده بکنم، کافیست بگم که مثلا سالاری هایی رو به من نشان بده که ایده سالاری فرض کنید بزرگتر از 1000 باشه، مثلا 1500 باشه، و ای دات سالاری کوچکتر از 2500 باشه مثلا. خب من اور ببخشید اینجا من یک اور بذارم که با اور هم آشنا باشه. خب چه اتفاقی میفته؟ کلیه دپارتمان های 50 رو برای من میاره دیتا هاش رو که اطلاعات ایداد سالاری بزرگتر از 1500 باشه، یعنی حقوق های بزرگتر از 1500 و کمتر از 2500 رو یا کمتر از 2500 رو حتما توجه بفرمایید به این قسمت اور که در واقع داره به من نمایش میده. خب این هم از قسمت شرطی که در واقع ما بیان کنیم. پس تحت این عنوانی که ما اگر بخوایم اطلاعات رو بازیابی بکنیم حتما باید دستورات در واقع سلکت استفاده بکنیم. خب طبیعتا در برنامه های بعدی من در رابطه با انواع خب سلکت ها چی و یا مثلا حالا جوین هایی که وجود داره یا چه کار از چه روشی بریم که بهترین پرفورمنس رو در واقع داشته باشه، اینها رو در ویدیوهای بعدی خواهید دید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.